یکی به من جواب بده این سیمای آزادی چی توی این سیما میریزه که اینقدر ما رو معتاد کرده. ما اگر کامپیوترمون وای بسه کار نکنه، خب وای میسیم یه روز دیگه یه ساعت دیگه، ولی به محض این که سیمای آزادی کار نمیکنه صد جا زنگ میزنیم چرا کار نمیکنه. من فکر میکنم سیمای آزادی تنها صدای آزاد مردم آزادی خواه ایرانه، صدای انقلاب نوین ایرانه. ما جمعی از هواداران و حامیان مقاومت در یک حرکت جمعی مبلغ 5 میلیون تومان رو فدیه به سیمای آزادی دادیم که بخشی از این رو به عنوان یک امانت کلامی من موظف بودم به گوش سیمای آزادی برسونم و اون اینه که جمعی از زندانی های سیاسی تو زندان دوین و گوهردش مبلغ 450,000 تومان برای شما ارسال کردن و بدرقه این پول یه آیه از قرآن بود که گفتن که همینی که گفتیم ایمان آوردیم کافیه، ما قطعا شما رو با مالها و جانهاتون آزمایش میکنیم و اونها گفتن در پاسخ به این آیه ما اعلام میکنیم ما نیز در این همیاری حاضریم. ضمن درود به هم میهنان و رزمندگان اشرف، لازم میدونم به عنوان یک سرباز قدیمی به پرسنل ارتش یادآوری کنم که اونها سربازان ایران و پاسداران ایرانیان میباشند، نه عده‌ای غارتگر ایران بر باده. پاینده ایران، سرفراز ایرانیان، درود بر شورای ملی مقاومت. این سیما تا روز پیروزی بر رژیم ست بشری حاکم بر ایران استمرار خواهد داشت بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ تردیدی. و بگم که این ماییم که از شما تشکر میکنیم به خاطر این زحمتی که میکشید و به خاطر این شرایطی که ایجاد میکنین تا ما بتونیم نفس بکشیم و زنده بمونیم. میخواستم به سیمای آزادی که چراغ خانی ما و روشنایی دل ملت ایران $300 ناچیز تقدیم کنم. ما که از این جان خود را فدا کنیم با خون خود سیمای آزادی را پابرجا کنیم. امیدوارم به این زودی رژیم آخوندی سرنگون شود و در میدان آزادی به حضور خواهر مدیر مزردن و سور و شورای ملی مقاومت و رزمند شیران شهر اشرف جشن پیروزی برکنیم. مرگ بر اسد ولای فقی، درود بر رجوی. اطاعت سیمای آزادی ولمشاهدین خلق الذين يشاهدون ويحاربون الظلم والقهر الذي تطبقه الحكومه الملالي الذي يراسه الشيطان الخامني. I'd like to contribute on behalf of myself and my husband Mehrtaz a small donation of $1,000 for Sima Azadi so that you guys can continue to get the word out. Ich möchte mit €250 meine Unterstützung bekräftigen und wünsche viel Erfolg im Kampf gegen das bald fallende Regime. Salam درود به شما پاکیم. سلام درود به شما پاکیم برات کوهران و تیت بلوچستان و پاکین جاگاه دنیا که هستن. من به اتفاق 11 نفر دیگه که 12 تا بودیم و 5 تاشون دانمارکی هستن 20,000 تا جمع کردیم و اینو تقدیم میکنیم. ما همه با هم هستیم حامیان اشرف میرشکست. مبلغ 1,000,000 تومان کمک میکنم به سیمای آزادی، صدای عدالت خواهی مردم ایرانه که این صدا و این ندا فریاد مردم ایرانه، فریاد آزادی مردم ایرانه. امیدوارم هر چه زودتر همگی در تهران دور هم جمع بشیم و یک بار دیگه آزادی رو جشن بگیریم. 500,000 تومان رو به نیابت از برادران اسیرم اکبر، ارژنگ، سعید و بهروز و دیگر عزیزانی که در بند رژیم هستن تقدیم شما خواهم کرد، چون مطمئنم که اگر آنها بودند خیلی بیشتر از این میذاشتن و من شرمنده اونها هستم که بیشتر از این در توانم نیست و ماهانه 100,000 تومان رو هم به این ترتیب کمک میکنم که بتونم بلکه خودم رو از خجالت شماها در بیارم. در مورد اهمیت سیما میتونم بگم که سیما یه حلقه ای هست که در حقیقت داخل کشور رو به رهبری به اشرفیان عزیزمون گره میزنه و زمانی من میتونم به اهمیت سیما پی ببرم که یاد این فرمایش اشرف زنان مجاهد خلق، اشرف شهید میفتم که در سال 60 که نامه نوشته بود که دنیا خبردار نشد که این خمینی جلاد چه بر سر جوانان و مردم ما آورد و اگر این سیما نبود مطمئنن حادثه و
موضوع 6 و 7 مرداد که مزدوران رژیم با تمام توانشون حمله کردن به اشرفیان عزیز ما میتونست خیلی فاجعه بیشتری رو داشته باشه و کمک در حقیقت میتونم بگم که سیما بود که این رو خیلی زود به وسعت خیلی زیاد در تمام دنیا پخش کرد و مقاومت اشرفیان رو نشون داد و باعث شد که در حقیقت به خودشون برگرده این مکر و حیله‌ای رو که آخوندهای کثیف ریخته بودن. چند ساعتی هست که دارم تماس میگیرم به کوری چشم آخونده، بالاخره تونستم ارتباطم رو برقرار بکنم. یه هدیه ناقابل 150,000 تومان خدمت عزیزا میدم که ارتباط ما با صدای امید ما قطع نشه. و واقعا من دیروز تالا اصلا به هم ریخته شدم از این حمایتی که از داخل و خارج داره میشه و این نشونه اینه که این سازمان و این مقاومت در میان مردم ایران چقدر جا داره. با سلام و درود بر شما سنگربانان سیمای آزادی. سیمای آزادی یعنی صدا و تصویر و امید برای آزادی میهن. با درود بر رهبر انقلاب مسعود و اشرفیان قهرمان که درس ایستادگی در برابر ظلم رو به ما یاد دادن. ضمن تبریک برای پیروزی جدید مقاومت با رأی دادگاه استیناف امریکا در رغم برچسب تروریستی، ما خانواده های مجاهدین داخل کشور افتخار میکنیم که جزء همیاران در جبهه جدید یعنی همیاری در کنار مقاومت باشیم تا در راه آزادی میهن و مبارزه تا پیروزی در کنار شما ها باشیم. ما مبلغ 300,000 تومان هدیه ناچیزمون رو با قلبمون برای کمک و همیاری اختصاص دادیم. پیروزی نهایی نزدیکه. به امید دیدار با شما در ایران. من از شیراز تماس میگیرم. شرایط ما شرایط بسیار سختیه. تماس گرفتن بسیار مشکله. حدود 4 ساعتی میشه من پیگیر ما رو گرفتم. حتما شما شکر میکنم. خاطر کمک ناچیز به سیمای آزادی بکنم. مبلغ 3,000 دلار هست. بتونم خطر ناشی واقعا نمیتونم ادای وظیفه بکنم، ولی هر بقیلی میتونم الان اعلام بکنم متعبانی که دارم 3,000 دلار هست. انشالله که این چراغ همیشه روشن باشه، این سیما همیشه تو خونه ها باشه، چراغ راه ما و زندگی ما هست. آرزو مندیم که همیشه چراغ روشن باشه. حقیقتا اراده سیغل خورده و قوی که پشت هر تماس برای همیاری با سیمای آزادی، برای سرنگونی رژیم فاسدی که خمینی پایه‌گذارش بود، نشان از پیروزی محتوم خلق ماست که برادر مسعود طی 30 سال گذشته همواره نوید اون رو دادن. خدایا شکر که مسعود رو برای خلق ما حفظ کردی. امروز من فکر میکنم همه شاهد هستم بعد از بیش از 3 دهه بعد از قیام 57، نسلی که دنبال روی خمینی شدن امروز به جنایت و شکنجه و تجاوز به نوامیس ملت و غارت و چپاول مشغولن و فرزندان همین نسل علیه پدران خودشون قیام کردن که محسن روح الامینی یکی از این شهداست. اما نسلی که مسعود رو به عنوان معلم و رهبر خودشون انتخاب کردن، با کمال افتخار شاهد این هستن که فرزندانشون هم تو همین راه قدم گذاشتن. سلام گارداش جان. سلام محمد رضا. قربان اولم گرسل عرزه نفسیزه که بغرتن محکم استوار اله دایاموشز اشرفده. سیزین استقامتی زنم واقعا. مردم ایران استیر آزاد اولا. بیزیم امید درمیز سیزیز. الله پشت پناهز دوستون گارداش. گارداش قربان اولم نفسیزه، قربان اولم تمام اشرفلره که بغرد استقامت الیرز آخ دا دیمیرز. آخو قویموشوز بو کسافت آخوندلارون ارگینه که الان واقعا بیلالانه دینگلتمیشیز که لرزه دوشه بو کسافت درن جانونا. بلار اصلا قرداخ دلار بو بیشرفله. در هر صورت بیل که دالونجا وارخ گارداش
امیدوارم که تن سالم الا ایران آزاد دا بیر بریم سیگرا. از دیروز که به برنامه همیاری گوش میکنم راستش آرزو کردم که ای کاش منم دستی در قلم داشتم و میتونستم احساس قلبی و درونیم رو برای بیان کنم، ولی زبانم قاصر است. همینقدر میتونم بگم که در مقابل عظمت عزم و اراده هموطنان و زحمات شهادت‌روزی مجاهدین و اشرف قهرمان خیلی احساس کوچکی به دهکاری و کمکاری دارم، به خصوص در آستانه سالگرد قیام اشرف و شهدای آن و شهدای قیام ایران و تمامی شهدا و اسرا. از شما تشکر می کنم که این ظرف رو ایجاد کردید که بتونیم تو این همیاری شرکت کنیم. هم مقدار زیادی نیست، ولی با این کار می خوام این رو به آخوندهای جلاد ثابت کنم که هر چقدر که بگیرن شکسته کنن، حکمای سنگین بدن و زیر فشار ببرن، ولی ما باز هم از حمایت مقاومت اشرفیان و عزیزانمان دست بردار نیستیم، ولو با همین مقدار کم. به امید آزادی از زیر یوغ آخوندهای دین فروش، به امید پیروزی هر چه زودتر زودتر. این برنامه اسمش همیاریه، همیاری به سیمای آزادی، ولی ما داریم خودمون کمک می‌کنیم که صدامون به جهان برسه، مخصوصا ما جوانا که زیر انواع فشارها هستیم، از خیابون گرفته تا مدرسه و دانشگاه، و این فشارها برای ما دخترها چند برابر میشه. و حالا من با این مقدار کم میدونم که شاید نتونسته باشم خیلی مثبت ثمر باشم، ولی همین که یک صدا در حمایت از مقاومت باشم رو کافی میدونم. و واقعا باعث افتخار ما توی این سازمان مقاومت هستن که ما میتونیم بهشون تکیه کنیم، و این به خاطر رهبرهای بزرگ و والایی که ما داریم که تونستن این رو پرورش بدن. و خدا رو شکر میکنم که توی این دوره هستن تا بتونم برای ایران یک کار هستن کوچک انجام بدم. از دیروز حالا من منتظر هستم که وصل بشم، منتها همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا مشتاقن که وصل بشن، به خاطر همین الان یه مقداری دگرگون شدم به خاطر اینکه موفق شدم روی خط بیام. این یک همیاری نیست، این یک حماسه ملیه، ضمن اینکه همیاری با سیمای آزادیه. من وقت نمیگیرم زیاد، در مجموع 12 تا از بچه‌ها بودن که 1185 یورو کمک کردن که اسمیشون اینجا هست. من میخوام اول لنگوام رو کمک کنم. هر دوم ایران. اکنون نوبت خانم کلینتون وزیر امور خارجه امریکاست که بداند تروریست نه این سازمان مجاهدین با این موج حمایت‌های گسترده مردمی که آنانی هستند که سگرگان امریکایی را رودند و باشخواهی می‌کنند و پارازیت بر روی سیمای آزادی اظهار می‌کنند که برخلاف عرف و قانون بین‌المللی است. و ما افتخار می‌کنیم به وجود سیما و بدون اون نمی‌تونیم زندگی کنیم. اسم من سیما، من آدراشم دوستان سیما را اما خواهین $5,000 بدین که سپورت کنین. خدا رو شکر که این بارم سعادتشو پیدا کردم که در این همیاری در کنارتون باشم. به واقعی که سیمای آزادی در سالهای گذشته نمایانگر مظلومیت مردمی در زنجیر بود که به خاطر آزادی همه چیز رو بر طبق اخلاق اخلاص گذاشته. سیمای آزادی چشمهای معصوم نداست که در لحظه مرگ با چشمان باز خودش فریاد مظلومیت یک خلق در زنجیر رو فریاد میزنه. سیمای آزادی ندای مظلومیت و مقاومت اشرفه که با تنهای بی سپر خود از شرف و آزادگی ایران و ایرانی دفاع کردند. سیمای آزادی تصویر آخرین وداع پدر امامی با حنیف شهیده که مثل هزاران پدر و مادر در ایران شاهد پرپر شدن زیباترین گلها برای آزادی مردم ایران هستند. در یک کلام سیمای آزادی صدای امید و آزادی است که آخوندها میخواهند در حلقوم مردم ما خفه کنند. صدای شادی و امید فردای آزاد که در آن میشه لبخند کودکان رو در سراسر ایران شنید. پس به هر قیمت، به هر قیمت باید به این صدا و سیما کمک کرد به زنده نگهش داشت. کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حداقل صدا و سیمایی رو که نماینگر رنج‌ها و سختی‌های این راه یعنی آزادی مردممون هست رو حمایت کنیم. من به نوبه خودم 100,000 تومان کمک میکنم، ضمناً من هر مصادف 50,000 تومان به سیما کمک میکنم. موفق باشید.